ما 15 سال بچه دار نشدیم، شوهرم مریضه، از نظر مالی هم خیلی فقیریم، در گذشته هم هیچ خیلی تو زندگیمون نبوده. چطور از گذشته من انرژی بگیرم؟ من خیلی ناامید هستم، تو رو خدا پیامم رو بخونه. باز حالا پیام داشتیم در این مورد یا جواب که اصلا چه خیری، ما اصلا از اول زندگی خیری ندیدیم تا امروز. پاسخ شما چیه در 5 دقیقه؟ بله، عرض کنم که یکی از مواردی که معمولا اینجا اتفاق میفته همین نوع سوال هاست که بینندگان یا افرادی که میشنن میگن ما هیچ خیری در زندگی همون نمیبینیم، در حالی که این بر میگردد به اون مسئله خیریابی و خیرشناسی که قبلا بهش اشاره کردیم. افرادی که هنر یافتن نقاط مثبت توی زندگیشون ندارن، اونها دچار چنین حالتی میشن. این گونه افراد باید برن اون نکات مثبت رو پیدا کنن. مثلا همین بیننده خوب برنامه که اشاره کردن میگه ما فرزند نداریم لذا خیلی نداریم. اگر یادتون باشه ما در برنامه قبل به این پرداختیم، معلوم نیست همیشه داشتن فرزند خیر باشه، چه بسا افرادی که فرزندانی دارن و میگن ای کاش ما نمیداشتیم. لذا همیشه اونچه که عرض کنم ما فکر میکنیم خیر است واقعا ممکنه خیر نباشه. من به این گروه از بینندگان خوب برنامه میخوام عرض بکنم، معلوم میشود که شما قدری باید روی اون خیرشناسی و خیریابی توی زندگی هاتون کار کنید و تلاش بکنید. اجازه بدید یه پیامک رو حالا من بخونم. ببینید، یه کسی از بینندگانی همانند شما که نمونه های از این هم کم نیستن، من در جاهای مختلف که این مباحث رو مطرح میکنم از این نمونه ها خیلی به ما مراجعه میکنم و مطرح میکنم، میگه من دختری 30 ساله هستم، از سن 14 سالگی به دلیل تصادف و ضربه مغزی معلول شده که با اتکا و باور به این قضیه که خدا بهترین دوست من و این سرنوشت بهترین سرنوشت بوده، زندگیم را گذروندم و همیشه شاکر بودم. ببینید، الان یک دختر خانم 30 ساله است ولی از 14 سالگی، من واقعا شگفت‌انگیزه برام یک دختر 14 ساله چطور تونسته با این مسئله کنار بیاد به خاطر اون باورهای قوی. ببینید چقدر تونسته قوی بکنه و اتفاقا میگه شاکر بودم به خاطر همین مشکلی که آمده است، من شاکر بودم. بعد میگه در طول این مدت، ایشون 3 تا پیامک با هم زدن پشت سر هم، یه در طول این چند سال معلولیت من بیکار نبودم، درس خودم رو خوندم، مدرک لیسانس هم گرفتم، برنامه این هفته که در مورد افزایش میزان تحمل در برابر سختی ها بود، مربوط به برنامه هفته قبل بود، میگه اونو شنیدم. و بعد میگه حالا اتفاقا متوجه شدم در این روزها من علاوه بر اعتماد به خدا از بقیه جنبه های زندگیم هم غافل بودم که اینا خیرهای زندگی من بودم، مثل مادر مهربانی که داشتم. میگه به چشم نمی اومد این مادر مهربان، پدر زحمت کشی که دارم، خواهرها و برادرهای فهمیده‌ای که دارم که عقیده خودم اینها از امدادهای غیبی هستن. ببین، اینا من نمیگم که شما نمیدونید الان وضعیت مثلا من چیه، فکر میکنید فرض کنید فلانی خب خیلی در آسایش و راحتی داره زندگی میکنه. یک دختر خانم 30 ساله در اوج عرض کنم که آرزو، بله جوانی، و بعد از 14 سالگی این براش به وجود آمده، با خود مشکل راحت کنار اومده و جالبه میگه حالا که دارم نگاه میکنم میبینم چقدر نکات مثبت دیگری در زندگی من بوده. البته در بخش از زندگی هم داره با سختی دست و پنجه نرم میکنه، ما هیچ موقع این را انکار نمیکنیم. لذا من خواهشم این است و تقاضا میکنم از بینندگان خوب برنامه، گروهی که چنین فکرهایی را دارن که ما پیامک از این نمونه ها داشتیم که فکر میکنید هیچی تو زندگی نداریم که آخه گذشته خوشایندمون رو پیدا کنیم، واقعا اینجوری نیست، مگر برخی از افراد که ایمان اصلا به خداوند متعال نداشته باشند و زندگیشون پر از دغدغه‌ها و مشکلات باشه که ما نداریم در جمعی که ما لااقل میشناسیم، چنین افرادی نداریم. ولذا باید مراقب اون حیله های شیطان بود. یکی از چیزهایی که شیطان خیلی تو این زمینه‌ها کار میکنه همین هست که احساس منفی به ما بده و ما رو از زندگی ناامید بکنه و مایوس بکنه و نگذاره ما در همین شرایط هم از اون داشته های زندگی خودمون بهره ببریم. اینها نمونه هایی است که خود مردم دارن و دارن با اینها زندگی میکنن.